الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله علي ولي. انتخاب خلیفه اول طبق روایت صحیح بخاری مشورت نشد، انتخاب دوم مشورت نشد، در سومی هم همینطور با مسلمان ها هیچ مشورتی نشد. تنها کسی که با مسلمان ها مشورت شد در انتخابش همه اتفاق داشتن امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. خدمتتون گفتم که این آیه و امرهم شورا بینهم، آیه 38 سوره مبارکه شورا، بهترین دلیل هست بر مشروعیت خلافت امیرالمومنین. حالا خلافتش را الهی بدانیم که شیعه الهی میدونه، ده ها دلیل، صدها دلیل از کتابهای اهل سنت داریم برای انتخاب الهی امیرالمومنین و اینکه خدا امیرالمومنین رو انتخاب کرده، پیغمبر اعلام کرده، حدیث قدیر و منزلت و بعد ده ها حدیث دیگه. اگر الهی ندانیم بگیم و امرهم شورا بینهم، خب شورا شده، امیرالمومنین خلافتش ثابته، اما خلافت بقیه چی؟ شورا شده، تشکیل شده، مشورت شده، سقیفه تشکیل شد؟ نه، در خلافت اولی هم طبق روایت صحیح بخاری مشورت نشد، فلته بود، بدون مشورت با مسلمان ها بود. حتی خلیفه دوم کسی رو که با این وضعیت انتخاب بشه طبق روایت صحیح بخاری مستحق قتل میدونه. خب پس میمونه این آیه و مشروعیت خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.